سلام به سفید، خوش آمدید. از شنبه که ناگهان نخست وزیر بریتانیا برخلاف برنامه قبلی قوانین سختگیرانه تری را برای مناطقی از کشور در نظر گرفت، تا کنون بیش از 50 کشور رفت آمد به بریتانیا را قطع کردند. قوانین سختگیرانه برای این وضع شده که دولت میگوید نوع جهش یافته ای از ویروس کرونا حالا در مناطقی در جنوب شرق کشور، همین جایی که ما هستیم، شایع شده که سرعت شیوع آن 70% از نوع قبلی بیشتر است. گرچه که سازمان بهداشت جهانی دیشب اعلام کرد نشانه‌ای در دست ندارد که ویروس جدید خطرناکتر از نوع قبلی باشد. از آغاز تا کنون عملکرد دولت بریتانیا در مقابله با این همه‌گیری مورد انتقادات جدی بوده و حالا با صف چند کیلومتری کامیون‌هایی در مرز آبی با فرانسه مواجه هستیم و نگرانی فقط شیوع کرونا نیست که کمبود برخی مواد غذایی و خسارت جدی بابت عدم اجازه صدور مواد غذایی به اروپا هم به آن اضافه شده. ترکیب برگزیت و شیوع ویروس بریتانیا را با مشکلات جدی روبرو کرده و دولت را به شدت زیر انتقاد گرفته. اما این ویروس جدید چطور ایجاد شده، چقدر تصمیمات دولت بریتانیا بر ایجاد آن مؤثر بوده و تا کجا می شود آن را کنترل کرد؟ دو مهمان داریم. دکتر فرین کمانگر، متخصص همه‌گیرشناسی در دانشگاه ایالتی مورگان از بالتیمور با ماست، و دکتر معاون رضوی، استاد اقتصاد سلامت در دانشگاه براندیس از بوستون. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. آقای دکتر کمانگر، از شما شروع میکنم. این ویروس جدید چه ویژگی هایی داره، چه چیزی اون رو متفاوت میکنه؟ این که میگن 70% شیوعش بیشتر هست چقدر اثبات شده است؟ با سلام خدمت شما خانم قاضی‌زاده و بینندگانتون، همینطوری که شما مستحضر هستید، ویروس ها دائم در حال جهش و موتاسیون هستند. یعنی به طور متوسط این ویروس کرونا از سال گذشته که ما نگاه کردیم، هر ماه یک یا دو تا میوتیشن جدید داره. منتها این نوع جدیدی که ازش دیده شده دو تا خصوصیت داره. اول اینکه به نظر میاد که داره خیلی سریعتر نشر پیدا میکنه، حدود 70% داره سریعتر نشر پیدا میکنه. دومین خصوصیتی که داره اینه که تعداد جهش ها یا میوتیشن هاش خیلی بیشتره. 17 تا جهش در این دیده شده که 8 تاش در اون پروتئین سپایک، تو اون قسمتی که قلاب ویروس هست و میچسبه به سلول، و 2 تاش به طور اخص خیلی مهمه، 2 تا از این جهش ها که به نظر میاد که این رو سریعتر داره نشر میده. از کجا میدونیم که سریعتر داره نشر پیدا میکنه؟ از اونجا که این رو اولین بار در ماه سپتامبر، 3 ماه پیش، در لندن دیدن و کنت در جنوب شرقی انگلستان. در ماه نوامبر، یعنی 1 ماه پیش، 25% تمام بیماری های جدید مربوط به این نوع جدید ویروس بود. الان در اواسط دسامبر 65% تمام بیماری ها مربوط به این ویروس جدیده. بنابراین از حدود 1% رفته به 25% و الان 65% کل بیماری ها. بنابراین به نظر میاد که این به سرعت داره نشر پیدا میکنه و جای ویروس های دیگر رو میگیره. آقای دکتر رضوی، امروز در روزنامه گاردین آنتونیو کاستلو، پروفسور بهداشت جهانی، از یک مطلبی نوشته و نوشته که این تقصیر دولت هست، چون از آغاز جلوی انتشار سریع این ویروس رو نگرفت و باعث شد شرایط برای تولید گونه های متفاوت ویروس فراهم بشه. آیا شما با این نظریه موافقید؟ با سلام به شما دکتر کمانگر و بینندگان، مقاله گاردین من دیدم و نویسنده خب خودش از اشخاصی بوده که WHO سمت داشته، یه بخشش هم فرافکنیه، یعنی نمیتونیم بگیم فقط دولت مقصر هست. صحبتی که ایشون میکنه، میگه که اگر که اون یکی دو هفته یه گلدن تایم اولیه جلوی شروع گرفته بودن، به این نقطه نمیرسید، و من موافق نیستم. احتمالاً فرینم با هم موافق بودن که به هر حال انگلیس اگر هم که اون موقع شیوع رو یه مقداری کند میکرد، به نقطه ای از تعداد بیماری میرسید که زمینه رو برای جهش و میوتیشن آماده میکرد. نکات دیگه که من راجع به صحبت ایشون دارم، مجزا از بحثی که ایشون داره، اینه که
مسئله انگلیس یه مقدار پیچیده است به چرا خاطر پیچیده است؟ سه دقیقا سوال چهار بعدی من همین بود آقای دکتر، برای اینکه برای آمار بسیار بالاست در این کشور، در حالی که ما سه مرحله لاکدان به قول اینها یا قرنطینه خیلی جدی رو پشت سر گذاشتیم، چرا وضعیت انگلیس امروز اینه؟ انگلیس هاب اروپا است، این در واقع هاب دنیا است. انگلیس نقطه یکی که دو سه تا قاره اصلی دنیا رو به هم مرتبط میکنه و شرایطش از یک کشور منزوی مثل سوئد و دانمارک کاملا متفاوته. من مطمئنم که شما هر از بیننده‌هاتون که به طور رندوم از این ور اون ور دنیا میان همه انگلیس رو ویزیت کردن، خانواده‌شون ویزیت کردن، بنابراین اون مسئله اونطوری نیستش که بخواید شما مقایسهش کنید با یک کشور منزوی شمال اروپا و بگید که خیلی خوب الان مثلا وضع سوئد بهتره یا بلژیک بهتره. در انگلیس خصوصیات ژئوپلیتیکی خودش رو داره و به خاطر همین دنیا نگرانه. ببین اگر این جهش که در آفریقای جنوبی مشاهده شد و بعد در دانمارک مشاهده شد، الان مثلا در ایتالیا هم، انگلیس دنیا رو نگران کرده به خاطر همین که گفتم، به خاطر اینکه اپیسنتر و هاب دنیاست و دو سه قاره مهم رو به هم مرتبط میکنه. برای همینه که خیلی مهم دنیا به انگلیس به هر اندازه‌ای که میتونه کمک تکنولوژیکی و لوجستیکی بکنه که زنجیره انتقال رو بشکنه. خیلی اشاره جالبی کرد. البته وضع بلژیک خیلی بهتر نیست، ولی وضع سوئد رو خیلی مقایسه می‌کنم به خاطر اینکه اساساً هیچ قرنطینه‌ای نداشته و وضع چندان بدی هم مثلا در مقایسه با بریتانیا نداره. نمیدونم الان ارتباط ما با آقای دکتر کمانگر برقرار هست یا نه. اگر که نیست من باز با آقای رضوی ادامه بدم. نه هست، برقرار هست. آقای دکتر کمانگر، من می‌خوام بپرسم که این داستان خطرناک‌تر بودن یا خطرناک‌تر نبودن این ویروس چقدر قابل اتکا است؟ میدونیم که سازمان بهداشت جهانی گفته هنوز شواهدی نداریم که این خطرناکتره، اما اگه شیوع این اینقدر شدیدتر هست، آیا میشه اون رو خطرناکتر هم دونست؟ من اول میخواستم عرض کنم که من کاملا با فرمایش‌های دکتر موافق هستم که من فکر کنم این قضیه که امروز تو گاردین اشاره شده یه مقدار سیاسی هستش. چون که واقعا دو ماه پیش، سه ماه پیش که اولین بار این میوتیشن رو دیدن، اصلا معلوم نبود که این داره سریعتر نشو پیدا میکنه که بخوان جلوگیری بکنن. هنوزش هم جای محل تأمل هستش. دوم، این مسئله که فرمودید در مورد خطرناکتر بودن، تا الان به نظر میاد که درصد مرگ و میر در کسایی که با این ویروس جدید آلوده شدن بالاتر نیست. یعنی فرض بفرمایید اگر بقیه ویروس های سارس کووی 2 1% مرگ و میر میدن، این هم 1% مرگ و میر میده. ولی اگر تعداد بیشتری آلوده بشن، فرض بفرمایید که 70% مرگ یا 80% مردم بیشتر آلوده بشن، خب این خودش باعث میشه تعداد مریض ها بره بالا، اون فشاری که بر بیمارستان ها و تخت ها وجود داره میره بالا، و اگر تعداد کل 2 برابر باشه، 1% 2 برابر، باز هم 2 برابر، یعنی مرگ و میر هم در کل بیشتر میشه. درسته که درصد مرگ و میر تغییر نکرده، ولی کل تعداد مرگ ها تغییر خواهد کرد. متوجه. آقای دکتر عزوی، بحث دیگه باز به همین داستان اشاره بکنیم که در مناطقی از جنوب شرق بریتانیا گفته میشه که این گسترش پیدا کرده و الان مرزها رو بستن به اروپا و میبینیم که هم مرزهای آبی بسته شده هم پروازها. آیا این میتونه کمکی بکنه به نظر شما با توجه به اینکه گفته میشه از 3 ماه قبل به هر حال این ویروس بوده، اگر حالا نمیدونستن شیوعش چقدره یا هر چی، ولی به هر حال وجود داشته و راه‌ها هم باز بوده و در حال انتقال بوده؟ ببینید مسئله انگلیس، بذارید یه مقداری برگردیم به عقب ببینیم چرا ما به اینجا رسیدیم. 3 تا فاکتور هست که انگلیس رو یه حالت خیلی یونیک کرده. فاکتور اولش اینه که سردرگمی اولیه انگلیس به عنوان کشوری که علم اپیدمیولوژی رو بنیان گذاشت، به واسطه اینکه تصور و اشتباهات محاسباتی و مدل سازی که ما میتونیم با ایمنی گله‌ای یا گروهی با هرد ایمیونیتی با این ویروس زندگی کنیم. این تأخیر شاید الان دیگه تو محاسبات زیادی اثر نداره. اتفاقی که افتاد اینه که اعتماد ملی رو خدشه‌دار کرد. یعنی من با ژورنالیستای خودتون یا بقیه کسایی که توی لندن میشناسم صحبت میکنم، یه بی‌اعتمادی نسبت به مردم، نسبت به حکومت آقای جانسون
اونجا وجود داره، مخصوصا عصبانیت های بعدی از این که شروع کردن کار رو برون سپاری کردن به شرکت های خدماتی عمومی که عمدن این کار نبودن، از یک کشوری که خودش سمبول مثلا یه نظام متمرکز بهداشتی هست انتظار بیشتری میدن. منظورتون همون اپلیکیشن های تراک اند تریس هست که گفتن که مثلا شرکت هایی رو استخدام کردن برای اینکه پیدا بکنن که چه کسانی کجاها درگیر ویروس هستن و مثلا یک دیتابیس ملی ایجاد بکنن. دقیقا. ببینید انگلیس سیستم متمرکز دولتی بهداشتی داره که خیلی هم مایه افتخار انگلیسی و دنیاست، اما این برون سپاری و خصوصی سازی به بخش خصوصی که تجربه این کار پیچیده رو نداشت با این سرعت و با نظارت خیلی کم الان مردم رو بی‌اعتماد کرده و شما خودتون اونجا زندگی میکنید میدونید که مثلا مقایسهش کنید با یه جایی مثل ایسلند. ایسلند جالبه، الان دکتر کمانگر میتونه حرف من رو تکمیل بکنه، ولی تخصصی نه تنها تست میگیرن بلکه تست رو در واقع جنوتایپینگ هم انجام میدن و دنبال میکنن احتمال هر جور میوتیشنی رو، به طور دقیق این تست رو خیلی خیلی جدی گرفتن. تو انگلیس شما عقبید به لحاظ تست و اینا. بله. مشکل دوم انگلیس اینه که از لحاظ سیاسی و دیپلماسی مقارن شده با بدترین موقع تنش بین انگلیس و بقیه اروپا سر برگزیت، و این بذاریدش کنار این که سازمان بهداشت جهانی هم بعد از ضربه‌ای که بعد از تمایل به چین داشت از امریکا خورده، عملا از داوری بین‌المللی و نقش هماهنگ کننده بین‌المللی بیرون رفته. یعنی شما نه ستاد بین‌المللی کرونای درستی دارید که سازمان بهداشت جهانی باشه، و نه در داخل به خاطر اون مسئله به هر حال اشتباهاتی که دولت سعی خطایی که متوجه و فکر می‌کنید این باعث میشه که کشورهای اروپایی گوش شنوایی ندارند برای در واقع مشاوره هایی که میگیرن از WHO؟ ببینید متخصصا دارن به ما میگن که برای اینکه جلوی نشرال سلکشن و در واقع تکامل طبیعی ویروس رو گرفت، باید کیس لود رو پایین آورد، یعنی تعداد در واقع بیمارا رو باید به شدت پایین آورد. این یعنی اینکه دنیا حتی امریکا باید از سهمیه غیر ضروری فعلی امروز خودش برای نجات انگلیس محموله‌های واکسن رو به جنوب انگلیس و لندن بفرسته. و توی این شرایطی که الان کشورهای بزرگی مثل فرانسه و بقیه دارن در واقع تسبیح حساب سیاسی با انگلیس میکنن، برای دنیا خطرناکه. اینه که دنیا رو نگران کرده. شاید انگلیس بهترین در واقع برون رفتش از این بحران اینه که برگرده پیش خواهرخوانده قابل اعتماد همیشگیش امریکا و استمداد به طلبه. یک کشور 60 میلیونیه که جنوبش مثلا 20 میلیونی، من فکر کنم با 3-4 میلیون دوز اضافی بشه چرخه انتقال رو ظرف در 15 روز آینده شکوند، وگرنه ممکنه این مشکل انگلیس تبدیل به مشکل دنیا بشه. متوجهم. بذارید ببینیم نظر آقای دکتر کمانگر چیه. دیدم سرتون رو تکون میدادید در تایید، ولی بحث این هستش که به هر حال زمان بر هست. اینا شروع کردن واکسیناسیون رو در این کشور، ولی و خودشون هم در آکسفورد یه واکسنی تولید کردن که واکسن موثری هست، اما به نظر میرسه که زمان میبره. دست کم گفتن 3-4 ماه وقت میخواد برای اینکه اون میزانی که اینا لازم دارن برای اینکه به هر حال بشه به یه سطحی از ایمنی عمومی رسید واکسیناسیون رو انجام بدن. این کاملا درست هستش. الان واکسیناسیون رو شروع کردن هفته گذشته، دو هفته گذشته فایزر رو شروع کردن، این هفته مدرنا رو شروع کردن، و امروز خود دکتر فاچی که شناخته شده ترین متخصص عفونی دنیا شاید باشه، امروز واکسن مدرنا رو زدن. ولی همینطوری که اشاره کردید فعلا چند میلیون تا بیشتر موجود نیست، و تا این به تعدادی برسه که در واقع بتونن آمریکایی‌ها رو 100 میلیون نفر رو بتونن واکسینه کنن 3 ماه طول میکشه. حالا این وسط 10-20 میلیون تا همین الان وجود داره، و آقای دکتر رضوی اشاره میکنن که شاید آمریکا بتونه یک مقدار از اینو بده به انگلیس که چرخه در جنوب انگلیس بشکنه. این کاملا فکر جالبی هستش، ایده جالبی هستش. نمیدونم چقدر به لحاظ سیاسی و لوجیستیک الان این قضیه امکان پذیر باشه، چون همین الان با این بخش صحبت‌هاشون موافقید که این اگر که انجام نشه به ضرر کل دنیاست با توجه به ویژگی‌های این نوع جدید ویروس؟ ممکنه، ولی الان مسئله‌ای که هستش قطعاً این ویروس در خود آمریکا هم هست. یعنی شما وقتی فکر کنید این سپتامبر 3 ماه گذشته این ویروس بوده، و همینطوری که آقای دکتر رضوی گفتن انگلیس یه هابیست برای تمام دنیا، لندن یه هابیست برای تمام دنیا، الان به طور مشخص و واضح همین ویروس رو در هلند دیدن،
در دانمارک دیدن و در بعضی کشورهای دیگه دیدن و تقریبا کارشناسان مطمئنن همین الان در آمریکا هم وجود داره. یعنی این که این واکسن ها رو الان بدن به انگلیس، نمیدونم واقعا از لحاظ سیاسی به خصوص که الان دولت آمریکا در حال گذار هستش چقدر ممکن باشه، اون چیزی است که من واقعا اطلاع ندارم. من یه سوال دیگه هم دارم در مورد همین قضیه انواع دیگر ویروس. ما پیش از این بارها شنیدیم، هم از مقامات هم از بعضی از متخصصان، که مثلا در ایران، در ایتالیا، در آمریکا گزارش هایی میدادن از انواع جدید ویروس که هر کدومم ویژگی هایی داشتن. چطور این یکی تا این حد نگرانی و حساسیت ایجاد کرده؟ با موارد قبلی چه فرقهای، حالا غیر از اون قضیه شیوع و این قضیه که لندن هاب هست و به هر حال نگرانی از اینکه انگلیس مرکز هست، چه چیز دیگری باعث شده که اینقدر نگرانی ایجاد بکنه؟ خب دو تا مسئله هستش. خب همینطور که عرض کردم ویروس ها مرتب جهش پیدا میکنن، نوعای جدید پیدا میشه. این به خودی خود نگران کننده نیست. وقتی نگران کننده میشه که یا شیوع گسترش ویروس خیلی سریعتر باشه، یا ویروس کشنده تر باشه، یا ویروس از واکسن ها و ایمنی خود بدن بتونه فرار کنه. تا اینجا به نظر میاد که این واقعا داره سریعتر شیوع پیدا میکنه. این خودش یک مسئله است که جای نگرانی. البته این جای تأمل و بحثه. بعضی میگن ممکنه که واقعا این تغییری در خود ویروس نبوده باشه، ممکنه که این در یک در لندن در یک مهمانی بزرگی در یک جای بزرگی نشر پیدا کرده باشه، شاید اون باشه، ولی فعلا به نظر میاد این سریعتر نشر پیدا کنه. این یک مسئله است که باعث نگرانی است. دومین مسئله هستش اینه که این 17 تا جهش روش هست که 8 تاش رو اون شاخک اصلیشه و 2 تاش واقعا نگران کننده است. به خصوص یکیش نشون داده شده در کسایی که ایمنی ضعیفی دارن باعث میشه از دست ایمنی در بره. همین یه مقداری نگران کننده است. نگران اینن که خب درسته که الان این خودش کشنده تر نیست، ولی اگه 2 تا جهش دیگه روی این سوار بشه، روی این 17 تا جهش، و این بتونه از واکسن فرار کنه چی؟ اگه از ایمنی خود بدن بتونه فرار کنه چی؟ بنابراین از یک جهت ما اخبار خوبی داریم، اونم اینه که فعلا کشنده تر نیست، فعلا به نظر نمیاد از واکسن در رفته، ولی از یه طرفی هم یه نگرانی هست. میگن که اگر 2 تا دیگه جهش رو این سوار شد و چیز بدی شد چی؟ اینی که بسیاری از این اقدامات احتیاطیه، فعلا دارن یه 2 هفته مرز رو با انگلیس میبندن تا اینکه بتونن سر فرصت فکرای دقیق تری بکنن و ببینن که آیا باید باز کنن یا ادامه بدن. آقای دکتر رضوی، متنکو وزیر بهداشت بریتانیا گفت باید همه فکر کنن که این ویروس رو دارن، یعنی در این حد. بعد قرنطینه بسیار جدی وضع شده اینجا، واقعا هیچ اقدامی بیرون از خونه شما تقریبا نمیتونید انجام بدید. با همه اینها واقعا چقدر امید هست که بشه این رو کنترل کرد؟ در دوره های پیشین هم وقتی قرنطینه گذاشتن برای چند هفته سقوط کرد آمار، بعد دوباره جهش داشت. چقدر مطمئنیم که با قرنطینه راه حل هست و میشه کمکی کرد؟ خبر بسیار خوب اینه که دوتا واکسنی که فعلا رایج هست و متداول هست و کشورهای معتبر روش حساب کردن استفاده میکنن، با تکنولوژی مسنجر آر ان ای ساخته شده. و مزیت این واکسن که خب درس بزرگی برای کشورهایی که هنوز دنبال اختراع چرخ چارگوش و واکسن قدیمی و سنتی هستن اینه که حتی اگر اینطوری که فرید نگران بود که ممکنه که میوتیشن های بعدی رو این سوار بشه و پیچیده ترش بکنه، تولید واکسن جدید با تکنولوژی ام آر ان ای بسیار سریعه. بله، یعنی به طرز باور نکردنی در حد یک پروژه مثلا کتاب علوم دبیرستان با این سرعت میتونن این کارو انجام بدن. همین حالا هم گفتن ظرف 6 هفته، بیوتک گفته ظرف 6 هفته ما میتونیم واکسن جدید تولید کنیم. تازه هنوز کسی نتونسته بگه که این از واکسن ام آر ان ای بسیار که در واقع ایمنی خیلی متنوعی میده و نسبت به تمام تحرکات و حرکت‌های سپایک پروتئین این ویروس حساسیت داره و خیلی سخته که شما یه چیز رادارگوریز درست کنید که از صد این واکسن رد بشه. اینا همه خبرهای بسیار عالیه. یا این واکسن حتما کار میکنه، دنیا فکر میکنه 80-90% کار میکنه، یا کار میکنه با افیکسی پایین تر، یعنی به جای اثر بخشی 95% 60-70% میکنه که تا اون دومیه رو درست کنن، این خودش چیه؟ مشکل دنیا رو حل میکنه.
نگرانی الان این نیستش که دنیا بلد نیست با حتی یک ویروس جهش یافته تر و بدتر از این روبرو بشه. نگرانی در واقع زمانه، یعنی شما یک بمب ساعتی جلوتونه که امیدواری منفجر نشه یا اینکه کوچولو باشه، ولی بهتره که خونساش کنی. یعنی الان وقت این نظریه پردازی های علمی به نظر من نیست. بیشتر مسئله اینه که یه دیپلماسی فعال که در واقع حول انگلیس و احتمال این نشر این به سرعت در اروپا و امریکا باشه، باید یک اجماع جهانی شکل بگیره و با توجه به این بیکفایتی و در واقع این تشکیلات لخت و بروکراسی حال به همزنه توی سازمان بهداشت جهانی، شاید تماس مستقیم دولت‌ها بهترین روش برای کنترل. دنیا ظرفیت اضافی داره. الان اسرائیل و عربستان مشخصاً به واسطه ارتباطات شخصی و پول یه مقدار زیادی واکسن رو خریدن که هنوز از لحاظ لوجستیک اصلا نمیدونن با چی کارش بکنن. بنابراین ظرفیت این که بشه مشکل جنوب انگلستان رو حل کرد از لحاظ تعداد و لوجستیک از نظر من شدنیه. این فقط اهتمام سیاسی و یک تصمیم میخواد که باید دیروز گرفته بشه. آقای دکتر کمانگر، یه چیزی هم که به هر حال برای خود ما که اینجا زندگی میکنیم سوال هست، چون ما سال هاست که از آب و هوای اینجا دلخوریم و فکر میکنیم که اینجا وضعیت به هر حال، فکر میکنید واقعا چه چیزی باعث شده که این ویروس اینجا، آیا اصلا میدونیم منشأش کجاست؟ آیا میدونیم که در اینجا مثلا جهش پیدا کرده؟ آیا دلایلی مثلا هست که این ویروس برای چی جهش پیدا کرده؟ ربطی به آب و هوا داره یا نداره؟ خب آب و هوای لندن رو شما شاید نپسندید، ولی این منشأ ویروس نبوده واقعیت. الان دو تا مطلب هستش. اولا خب لندن، از کل انگلیس، حالا شاید به خوبی سیستم جینوتایپینگشون به خوبی ایسلند نباشه، ایسلند واقعا یکی از بهترین ها رو در دنیا، ولی انگلیس نسبت به بسیاری که از کشورهای دیگه سیستم‌های جینوتایپینگ قوی تری داره، یعنی میتونن که این انواع جدید ویروس رو ببینن و پیدا کنن و کشف کنن. ویلکام تراست پول خیلی زیادی تو این قضیه گذاشته. بنابراین این اولا ممکنه در جاهای دیگه هم الان شایع باشه، ما خبر نداریم، ولی انگلیس به خاطر اینکه سیستماش قوی تره اینو تونسته باشه پیدا کرده باشه. این یک. دومین مسئله که هستش اینه که جنوب انگلیس، بالاخره جنوب شرقی انگلیس، لندن و کنت و اینا جاهای شلوغی هستن. هاب به دکتر رضوی گفتن هاب همه دنیاست. بنابراین شما میتونید یک، حالا شما میگید که الان بسیار بسیار همه چی بسته شده، یک تیر 4 گذاشتن، ولی تا همین اواخر تو تیر 2 بود و بعضی از معاشرت ها و رفت آمد ها امکان داشت. یعنی ممکنه که در واقع در یکی دو تا ایونت بزرگ در لندن شکل گرفته باشه و به خاطر جمعیت زیاد و نزدیکی افراد به هم دیگه این در واقع بین اینها پخش شده باشه. حالا از کجا اومده اصلا؟ این تئوری هستش که از کجا اومده، ولی ببین بیشتر افراد معمولا این بیماری رو فرض بفرمایید 2 هفته دارن و میره، ولی بعضی از افراد ایمنی ضعیفی دارن، ایمیونو کامپرومایز هستن. این افراد بعضی وقتا ویروس در بدنشون هفته ها میمونه و بعضی از این افرادی که ایمنی ضعیف دارن میان بهشون از خون کسی دیگه آنتیبادی میگیرن، به اینها میدن. همه اینا باعث فشار بر ویروس میشه و اون ویروسایی که بهتر میتونن مقاومت کنن و جهشای بیشتری داشته باشن میمونن. بنابراین تئوری این هستش که این ویروس از شخصی که ایمنی ضعیفی داشته، ایمیون ساپرست بوده و هفته های متمادی با این بیماری بوده، به تدریج چندین جهش درش تجمع پیدا کرده در این ویروس و از اونها اومده. این که از جنوب انگلیس اومده باشه کاملا معلوم نیست، ولی به نظر میاد از اونجا اومده. آقای دکتر رضوی، یکی 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم. اینجا در این کشور برنامه‌ریزی شده، طبقه بندی شده، اولویت دارن مثلا مسن‌ترها، بعد کسانی که مشکلات زمینه‌ای دارن، همینطوری تا برسه به آدم‌های سالم 10-12 مرحله هست این. ولی به نظر میاد با این چیزایی که امروز در این برنامه شنیدیم، اون کسانی که فعال‌تر هستن، در جامعه حضور بیشتری دارن، باعث شیوع بیشتری هم ممکنه بشن. به نظر شما باید تغییراتی بدن در این سیستمی که برای واکسیناسیون در نظر گرفتن، یا نه همین کار میکنه؟
به دانشگاه استنفورد یک مدلی رو، یک الگوریتمی رو پیاده کرده که در واقع سه تا متغیر رو توش گذاشته که برمیگرده به اینکه چقدر ریسک گرفتن بیماری و خدای نکرده پیامدهای بعد و مرگ وجود داره، دوم اینکه چقدر شخص ممکنه که تماس داشته باشه با ویروس، و سوم اینکه چقدر ممکنه که اگر ویروس گرفت بقیه رو مریض بکنه. با استفاده از ترکیبی از این سه تا متغیر اولویت سنجی رو انجام میدن و میگن که کی باید ویروس امروز بگیره، کی باید یک هفته دیگه بگیره، کی باید یک سال دیگه بگیره. من فکر میکنم که این شبیه این مدل، حالا نه به این صورت فانتزی ولی جاهای دیگه هستش. یه مشکلی که من دارم با این در واقع تقسیم بندی هایی که بر اساس قواعد اخلاقی، اتیک و یا عدالت اجتماعی اینا داره پیاده میشه اینه که اینا لزوماً افیشنت نیست، یعنی بهره‌وری بسیار بالایی نداره. ببین تو امریکا الان مثلا سر صدا اینه که چرا آدمای پولدار دارن اعانه به بیمارستان ها میدن به مبالغ خیلی بالا که بتونن این واکسن رو بگیرن. اگر از من اقتصاددون بپرسید من میگم که دستشون هم درد نکنه. ببینید مثلا واکسن برسه به یه جای مثل ایران، شما نباید به واسطه اینکه اشخاصی هستن که به قیمت بالاتر میخوان بخرن، اگر پولی که اون شخص داره میده یا کمکی که داره به جاش میکنه بتونه واکسن رو به بقیه روستاها به 2000 نفر یک هفته زودتر برسونه، من میتونم چشمم رو ببندم. یه مقداری الان گرفتاری بین تنش‌های اتیک و اخلاق از یک طرف و اینکه چه کاری درست انجام بدیم که جمع رو در واقع نجات بده، این تنش هست و این سردرگمی ایجاد کرده. متاسفانه امثال من زیاد جایی توی اون پنل‌ها و توی میزگرده نداریم و بر اساس همون قواعد اخلاقی گذشته داره پیش میره. ولی اگر از من بپرسید احتمالاً روش بهتری از این تعداد واکسن محدود برای نجات شهر لندن وجود داره که متفاوت از این روش‌های کلیشه‌ای اول پدر بزرگ مادر بزرگا و بعد مثلا بقیه باشه. متشکرم آقای دکتر رضوی. آقای دکتر رضوی، آقای دکتر کمانگر، ممنونم، توضیحات بسیار عالی بود و من خیلی چیز یاد گرفتم. امیدوارم که برای شما همین برنامه مفید بوده باشه. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه است. روزتون خوش.